دوازده ساله بود که پدرش شاعر و نویسندهش را دست داد، ولی نه به مرگ طبیعی. پدرش برای خرید از خانهش در تهران خارج شد و هرگز برنگشت. او یکی از قربانیان سلسله قتل‌های چهره‌های سیاسی و فرهنگی بود که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. حالا که 12 سال از آن زمان می‌گذرد، او که خود به یکی از فعالان جنبش اجتماعی ایران تبدیل شده، قتل پدرش و جامعه‌ای که خونش در آن ریخته شد را چگونه می‌بیند؟ آقای سهراب مختاری به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون. آقای مختاری، شما زمانی که پدرتون به قتل رسید 12 سال بیشتر نداشتید. حالا یک جوان 24 ساله فعال در جنبش مدنی ایران هستید. وقتی که حالا از این موضع فعلیتون نگاه میکنین به اون زمان و اتفاق، چی میبینید؟ احساستون چیه؟ در واقع اتفاقی که 12 سال پیش برای من و برای ما افتاد برای من همواره تغییر ناپذیره. یعنی هر وقت که من بهش فکر میکنم در همون شرایطی قرار میگیرم که در اون زمان بودم. یعنی یک پسر 12 ساله. این در واقع بیشتر جنبه عاطفی بسیار قویه که اون زمان داشتید هنوز هم ادامه داره. 100%. یعنی بیشتر برای من جنبه عاطفی داره، به خاطر اینکه پدرم هم یک انسان خیلی عاطفی بود، شاعر بود، و رابطه من با او هم پیش از هر چیز یک رابطه عاطفی بود و به همین خاطر بیشتر جنبه عاطفیشه که در ذهن من تداعی میشه. ضمن اینکه خب اون شرایط وقتی که شب اول به خونه نیومد و فردای اون روز خانواده برادرم به خصوص تمام شهر رو به دنبال اون گشت و همه جا سر زد، از پزشکی قانونی تا نیروی انتظامی تا نهادهایی که ممکن بود خبری از او داشته باشن و هیچ نشانی ازش پیدا نشد، همه ما بیم این رو داشتیم که این اتفاق فاجعه بار ممکنه که افتاده باشه. و خب بعد از یک هفته جسد اون رو برادرم در سردخانه شناسایی کرد. چطوری به شما خبر دادن؟ کی به شما خبر داد؟ در واقع پنجشنبه عصر بود، دقیقا یک هفته بعد از اون که برادر من بدون اینکه به خانواده بگه به سردخانه رفته بود، به خاطر اینکه بیم اون رو داشت که ما نگران باشیم. و هولوهوش پنج بعد از ظهر بود که زندگی ها توشنگ گلشیری به منزل ما تلفن کرد و مادر من تلفن رو برداشت و او که مطلع شده بود از طریق دوستان برادرم به مادرم خبر رو گفت. و من دقیق یادم میاد که خونه، چون دوستان زیادی از دوستان پدرم و خانواده در اونجا بودن، یکو با جیغ و شیون مادرم همه چی فضا تغییر کرد و من خودم هم به اتاق پدرم رفتم و در اونجا نشستم. برادرت از کجا خبردار شده بود؟ کسی بهش خبر داده بود؟ برادرم بارها داشت میگشت تو سرخونه ها پیدا کرده بود. برادرم بارها به پزشکی قانونی و به دفتر ریاست جمهوری، به هر جایی که در واقع میشد کمکی بکنن برای پیدا کردن پدرم سر زده بود، از اونها خواسته بود که کمک بکنن. و گویا که در اون روز مطلع شده بود که جسدی هست در سردخانه که گویا نشانی های پدرم رو داره و از او خواسته بودن که به سردخانه بره و جسد رو شناسایی بکنه. و وقتی که به اونجا رفته بود دیده بود که جسد پدرم. رابطه خودت به عنوان یک پسر 12 ساله با پدرت چطور بود در اون زمان؟ من همونطور که گفتم رابطه خیلی عاطفی با پدرم داشتم، بخاطر اینکه خب اولا دورانی که من به دنیا اومدم در واقع دوران بعد از زندان پدرم بود. پدرم سال 63 از زندان آزاد شد و خب با یک ناامیدی خیلی ویژه‌ای بعد از اون شکست بزرگ و اون در واقع اون همه فاجعه‌ای که تجربه کرده بود در عنوان یکی از فعالین کانون نویسندگان ایران، دوستان زیادی از اون کشته شده بودن یا در زندان بودن و خب طبعا با یک امید خاصی بود که من به دنیا اومدم. و حتی من یادم میاد که با اینکه دقیق نمیدونستم که من پسرم یا دخترم، وقتی که مادرم من به دنیا میام و مطلع میشه که من پسرم، به پرستار میگه که به پدرم بره خبر بده، چون که بیشتر اونا دوست داشتن که من دختر باشم. و
وقتی که پرستار میره پیش پدرم، اون وقتی مطلع میشه دقیقاً اسم من رو هم انتخاب کرده بوده، سهراب، درست مثل اسم برادرم سیاووش، که هر دو از شاهنامه میان و هر دو پدرتون روی شاهنامه مدت‌های طولانی بله، کار کرده. پدر من در بنیاد شاهنامه در واقع با آقای مجتبی مینوی زندگیات سالا کار کردن. خب بعد از انقلاب بنیاد شاهنامه رو بستن و او هم طبعا کارش رو نتونست در اونجا ادامه بده، ولی تحقیقاتی کرده بود در شاهنامه و این دو شخصیت رو خیلی براش مهم بودن و دو شخصیتی هستن که اتفاقا هر دو رابطه خاصی با پدرشون دارن، اگرچه که خب هر دو در واقع به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم توسط پدرشون رانده و کشته میشن. پدر شما همطور که خودتون الان گفتین در کانون نویسندگان فعال بود، نویسنده و شاعر بود بیش از هر چیزی دیگه. شما فکر میکنین که یعنی اون موقع فکر میکردین که چرا باید پدر شما به اون شکل کشته بشه؟ دقیقا من خیلی به این موضوع فکر کردم و اگر سوال رو اینجوری بپرسم که چرا پدر من باید کشته بشه، یعنی پدر من چیکار کرده که باید کشته بشه، هیچ وقت به جوابی نرسیدم. به خاطر اینکه به هر حال اون 12 سالی که تا اونجا که خاطرم هست با پدرم زندگی کردم، پدر من مثل هر نویسنده‌ای در هر گوشه دنیا اکثر ساعات زندگیش رو مشغول نوشتن و خوندن بود و تحقیق میکرد، مینوشت، شعر مینوشت و کتابهاش رو آماده چاپ میکرد که متاسفانه اکثرا زیر ساتور سانسور مدت‌ها میموندن. و یکی از کتاب‌های خیلی مهم به او که آنتولوژی شعر عاشقانه معاصر فارسی 7 سال زیر سانسور موند از سال 70 تا 77، که خب بعد از این فجایع برادرم به زحمت همه کتاب‌ها رو سعی کرد چاپ کنه. یعنی به هر حال به هیچ نتیجه نمی‌رسید که چرا ممکنه مثلا پدر شما و دیگر نویسنده‌هایی که کشته شدن؟ شما دیگر نویسنده‌هایی هم که به قتل رسیدن مثل احمد تفضلی، سعیدی سیرجانی، زنده‌یاد غفار حسینی، محمد جعفر پوینده، اینا همه بیشتر کارشون نوشتن و تحقیق و ترجمه بوده و هیچ کاری نکردن که در واقع به غیر از خدمت به فرهنگ و جامعهشون باشه. اما من فکر میکنم برای رسیدن به این جواب باید سوال رو اینگونه طرح کرد که چرا کسانی که طراحی این قتل‌ها رو کردند به این نتیجه رسیدن که باید این اشخاص رو کشت. من سوالم مخصوصا این بود که در اون زمان فکر شما در مورد این چی بود؟ البته جوابم رو گرفتم، ولی حالا که نگاه میکنید، حالا که به هر حال اطلاعات بیشتری افشا شده و مردم اطلاعات بیشتری دارن از این و بسیاری هم نوشته شده در این زمینه، شما خودتون فکر میکنین که چرا سراغ این افراد رفتن در اون موقع؟ ببینید، یک بینش حاکمی بود در همون سالها و سالهای پیش که در وزارت اطلاعات بخصوص شکل گرفته بود، امثال سعید امامی و آقای فلاحیان که پیش از دوره نجف آبادی وزیر اطلاعات بودن، اینها در واقع این بینش رو نه تنها به شکل نظری در روزنامه‌های مثل روزنامه کیهان هم در واردش بررسی می‌کردن. آقای سعید امامی مقالات متعددی در روزنامه کیهان چاپ کردن، در اون مقالات هم بارها به مسئله کانون نویسندگان ایران، مسئله تهاجم فرهنگی که نقطه‌ای بود که در موردش تاکید داشتن و باید باهاش مبارزه می‌کردن از نظرشون صحبت می‌کرد و بارها نام پدر من، همچنان نام نویسنده‌های دیگه‌ای که فعال بودن مثل زنده‌یاد گلچیری، آقای براهنی و دیگران رو بارها نام بردن و برنامه هویت رو درست کردن. در واقع هدفشون از بین بردن کانون تفکری بود که بعد از انقلاب بخصوص در بین روشنفکران سکولار که در کانون نویسندگان هم فعال بودند رو می‌خواستن این کانون اندیشه رو از بین ببرن. پروژه‌های تحقیقاتی داشتن در وزارت اطلاعات، اونطور که ما از پرونده قتل بعداً مطلع شدیم، که اشخاصی تحقیق می‌کردن درباره مقالات و نوشته‌هایی که همسال پدر من و روشنفکران دیگر می‌نوشتن و در واقع تعیین می‌کردن که خط فکری اونها چیه. خب اکثر این اندیشمندان روشنفکرانی بودند که بعد از انقلاب به مسئله جامعه مدنی، گفتگو، دموکراسی، مدارا و مسائلی که در واقع در اون دوران طرح کرده بود جامعه روشنفکری و در کانون نویسندگان بخصوص با منشور کانون نویسندگان و بیانیه متن 134 نویسنده، در واقع این اندیشه و این کانون فکری در معرض عموم قرار گرفت و تونست خیلی به سرعت
در سطح جهان هم منتشر بشه و نویسندگان برجسته جهان مثل آرتور میلر، ویسلاو هاول همه پشتیبانی کردن از این حرکت نویسندگان و من فکر میکنم اونها هدفشون مبارزه با تهاجم فرهنگی بود از یک طرف و از طرف دیگه دیدگاه فاشیستیشون به جامعه مدنی، یعنی اونها نمیتونن تحمل بکنن که جامعه مدنی مستقل از حاکمیت به فعالیت خودش ادامه بده. امثال پدر من یا زنده یاد پوینده، اینها کارشون مقاله نوشتن و کار فرهنگی بود، نه قصد داشتن که رئیس جمهور بشن یا مبارزه سیاسی بکنن، قصدشون این بود که در عرصه فرهنگ کار بکنن و سعی بکنن فرهنگ جامعه ایران رو اطلاع بدن. ولی به هر حال پدر شما و امثال پدر شما در یک برهه زمانی تغییر نظر داده بودند، یعنی روشنفکرای ایرانی در قبل از انقلاب به خصوص اونهایی که مخالف نظام شاهنشاهی بودند اصولا یک گرایش هایی به طرف انقلاب و شورش و این حرفا داشتن، یک خشونت به هر حال به نوعی زمینه کارشون هم بود، یعنی کار نه کار عملیشون ولی گرایشی به طرفش داشتن، حالا از اون طریق بخواستن رژیم موجود را عوض بکنن. ولی یک تغییر روشی این حاصل شد که پدر شما شاید از کسانی بود که گام اول رو در این زمینه ها تا حدود برداشته بود در این زمینه. این تغییر فکر به نظر شما چطور به وجود اومد؟ دقیقاً خیلی نقطه خیلی مهمیه، بخصوص در رابطه با کاری که پدرم و امثالو کردن. اگر شما آخرین کتاب‌هایی که از زنده یاد پوینده و پدر من چاپ شدن رو نگاه بکنید، آخرین کتاب زنده یاد پوینده ترجمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و آخرین کتاب پدر من نامش از تمرین مدارا. در واقع اینها کسانی بودن که بخصوص پدرم با تجربه انقلاب 57 به این نتیجه رسیده بود که جامعه ما یعنی یک کمبود فرهنگی رو داره که اون اومد با ترک کردن بازخوانی فرهنگ سعی بکنه گامی در واقع بهبود و روشنگری در زمینه فرهنگی برداره. و نکته‌ای که در اینجا مهمه، پدرم در هم کتاب تمرین مدارا هم در کتاب چشم مرکب وقتی به بازخوانی فرهنگ اشاره میکنه میگه انقلاب ذات ما رو عریان کرد، ما تونستیم ببینیم که چی بودیم. به هر حال خیلی ها ممکنه فکر بکنن که یه اتفاقاتی افتاده، یه توطئه هایی شده که به اینجا رسیده، ولی من فکر میکنم جامعه ای که یه به همچین فاجعه ای بیانجامه، اون در واقع بعد از انقلاب آزادی خواهانه ای که مردم ایران کردن، باید دید که اون ریشه های فرهنگی و ریشه های در تاریخی که باعث این چنین فاجعه ای شده چیه، یعنی اون رو پدیدارشناسی کرد و از طریق این پدیدارشناسی راهکارهای فرهنگی پیدا کرد که در غرب هم ما شاهدش بودیم که روشنفکران و فلاسفه این کارو کردن. در جامعه ما هم نیاز بود به همچین چیزی و ما برای اولین بار میبینیم که اندیشه مدارا، اندیشه حقوق بشر به شکل محوری طرح میشه در بین روشنفکران ما. پیش از انقلاب هم ما شاهد این بودیم که به هر حال فعالین حقوق بشر کار میکردن و آزادی خواهی وجود داشت، اما به شکل محوری طرح نشده بود. یکی از علتهاش من فکر میکنم کودتای 28 مرداد بود که محور فکری جامعه ایران رو بیشتر از این که به تغییر و نقد فرهنگ خودی سوی اون رو تعیین بکنه، بیشتر سوی خارجی به اون داده بود، به خاطر اینکه یک تحقیر بزرگی شده بود ملت ما از طریق کودتای 28 مرداد، از طریق در واقع دولت‌های آمریکا و انگلیس، و به همین دلیل جامعه بیشتر محور فکرش رو به بیرون بود. برای همین در جامعه روشنفکری هم می‌بینیم جلال آل احمد، دکتر شریعتی، دکتر شایگان، اینها هم بحثاشون بیشتر بازگشت به خیشتنه و دفاع از هویت ایرانی در برابر هویت بیگانه است. در صورتی که روشنفکری بعد از انقلاب این بیگانه ستیزی رو دیگه نداره، متوجه میشه که اتفاقا اون بیگانه ستیزی تا حدی باز تولید کننده که استبداد بوده در اندیشه ایران. ولی به خصوص این فرهنگ مدارا که پدر شما خیلی طرفدار شده بود و در موردش مطلب می نوشت و کتاب نوشت، شما فکر میکنین الان به خصوص بعد از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیدایش جنبشی به نام جنبش سبز، شما فکر میکنین این یه مقدار زیادی بازتاب اون حرفایی و نظراتی که پدر شما داشتن؟ من فکر میکنم دقیقا برعکس اون چیزی شد که عاملین و عاملین این قتل‌ها
میخواستن بهش برسن، یعنی نابود کردن اون اندیشه ها. دقیقا برعکس، با این کار اون اندیشه ها رواج بیشتر. سال 77 من یادم یکی از دوستامون خونه ما بود و داشت جدول هر میکرد روزنامه سلام و یکی از سوال ها بود پرفروشترین کتاب سال و از من پرسید پرفروشترین کتاب سال چیه؟ گفتم من نمیدونم. بعد نوشتش تمرین مدارا، یعنی کتاب پدر من سال 77 پرفروشترین کتاب بود. یعنی اندیشه اینها، همینطور کتاب های آقای پوگنده، اندیشه اینها به شکل گسترده‌ای پخش شد بخصوص بین جوان‌ها و شاهد این بودیم که اندیشه مدارا، درک حضور دیگری، مسائلی که در کتاب انسان در شعر معاصر پدرم بررسی کرده بود، اینها تونست رابطه برقرار بکنه این اندیشه ها با جامعه. و یکی از نکاتی که به نظر من خیلی جالبه و بخصوص بعد از انتخابات شاهدش بودم و خیلی بهش فکر کردم این بود که پدرم یکی از مقالات و یکی از بررسی‌هاش این بود که فرهنگ ما فرهنگ بیچراست. ما هیچ وقت توی تاریخمون سوال کم کردیم. از یه طرفی حق پرسش از جامعه ما گرفته شده، از طرف دیگه خود جامعه هم تو فرهنگ سنتی خودش عادت کرده به اینکه زیاد نپرسه. ولی همین جنبش اخیر مردم ایران با یک سوال شروع شد و این خیلی برای من جالب بود که شعار نه فقط به عنوان شعار بلکه به عنوان یک فرهنگ، به عنوان اینکه جامعه به این شهامت و به این شجاعت و تفکر و ذهنیت رسیدی که باید سوال بکنه. وقتی تحقیر میشه، وقتی حقش ازش گرفته میشه، باید حقش رو بخواد و حقش و سوال بکنه و این رو به شکل سوال طرح کرد با شعار مثلا رأی من کو. و این من فکر میکنم ضمن اینکه خب زیر یک پدیده سیاسیه و میشه تحلیل سیاسی راجبش کرد، اما از نظر فرهنگی یک فرهنگ سازی با این اتفاق افتاد و اون فرهنگ پرسیدن بود، جامعه سوال بکنه. از این نظر مثلا شماها بازماندگان پدر شما و امثال پدر شما که این تفکر رو راه انداختن و براش تبلیغ میکردن و مینوشتن در موردش، بایستی ارضاء کننده باشه تا حدودی که به هر حال اون چیزی که مطابق میل اونها بود الان داره پا میگیره در جامعه. دقیقا من بارها به این فکر کردم که کاش اونها زنده بودن و میدیدن که چه تحولات بزرگ فرهنگی در جامعه ایران داره اتفاق میفته و نوید یک آینده خوبی میده که امیدوارم استبدادی که متاسفانه همچنان حاکم بر جامعهمون نتونه جلو این تحول. اون زمان هم اون اتفاقاتی که افتاد به هر حال این گفتن که کار یک جناح خاص در وزارت اطلاعات بود که این کارا رو میکردن و همه حاکمیت به هر حال نمیشد مقصر دونست اونطوری که اون زمان گفته میشد. برخورد اخشار یا افراد مختلف در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در اون زمان با شما ها چطور بود؟ یعنی تفاوت رو شما حس میکردید؟ در واقع خب ما، پدر من، خانواده من یک خانواده فرهنگی بودن مستقل از حاکمیت در همه دوران ها و خب اون استقلال طبعا یک فاصله ای رو بین هر دولت یا سیاستی و خانواده ما به وجود می آورده و همچنان هست و من فکر میکنم خیلی خوبه به خاطر اینکه روشنفکران و اهل فرهنگ بعد استقلال خودشون رو حفظ بکنن. نه من بیشتر منظورم اینه که بعد از این اتفاقی افتاد خانه‌ها شما باید سر و کله می‌زدید با دستگاه‌های اداری و دولتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران. من منظورم که افراد مختلفی که در اونجا بودن با گرایش‌های فکری مختلف بودن، ممکن کسانی بودن که زیاد هم ناراحت نبودن از این بابت، کسانی بودن که واقعا ناراحت بودن، کما اینکه اعلام هم کردن دولت آقای خاتمی و حتی خود رهبر جمهوری اسلامی ایران همه اینا رو محکوم کرد به شدت. گفتن به اصطلاح جنایت‌های منزجر کننده ایه که به هیچ عنوان نمیشه ازش دفاع کرد. ولی منظورم که تو این پروسه چطور بود افراد برخوردشون باشه؟ البته درباره محکوم کردن من یک نکته ای را اگه بشه اشاره بکنم، آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه که بعد از این اتفاق افتاد این قتل‌ها رو کار اسرائیل و آمریکا دونست و اگرم محکوم کرد در این از این زاویه بود، نه از زاویه، یعنی یک سناریوی اول وجود داشت و می‌خواستن این قتل‌ها رو به بیگانگان نسبت بدن اصلا. اما خوشبختانه به دلیل فضای بازی که در بخصوص روزنامه‌ها به وجود اومده بود، افشاگری که درباره این قتل‌ها شد، ما می‌دونیم که این پروژه‌ای نبود که در دوران آقای خاتمی اتفاق افتاده باشه، بلکه از پیش از اون شاهد قتل گراندیشان بودیم و کسانی که کشته شده بودند. اما در اون مقطع افشای گسترده‌ای که شد و خبررسانی گسترده‌ای که شد،
پرسش در جامعه مدنی به وجود اومد و فعالین حقوق بشر و وکلا همه پیگیری کردند و این باعث شد که حاکمیت نتونه این قتل‌ها رو به بیگانگان نسبت بده، ضمن اینکه کمیته‌ای تأسیس شد توسط دولت آقای خاتمی که پیگیری بکنه و فوراً مطلع شدن که در وزارت اطلاعات این قتل‌ها طراحی شده و در واقع مدیران بلندپایه وزارت اطلاعات در این قتل‌ها نقش داشتن. شخص آقای دوری نجف آبادی مستقیماً در این قتل‌ها نقش داشته و حتی آقای عبدالله نوری در استیضاحشون مستقیماً گفتن که دوری نجف آبادی نقش داشته در این قتل‌ها. در اون زمان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بعد از شکایت خانواده ها درباره این قتل ها اعلام کرد که ما در پیگیری این پرونده به اسامی رسیدیم که اگر اونها رو فاش بکنیم منافع نظام به خطر میفته. حالا شما تو این پروسه شکایتتون دیدین به جایی نمیرسین و نهایتاً شکایتتون رو پس گرفتین، منظورم از شما خانواده بقیه قربانیان قتل زنجیری هم منظورم هست و نهایتاً اون رو گفتین ما از مراجع بین‌المللی و از طریق سازمان ملل این جریان رو دنبال می‌کنیم. به کجا رسیدین در اون زمینه؟ در واقع خب پیگیری بین‌المللی طبعاً به مراتب دشوارتر از پیگیری داخلی که خب در داخل متأسفانه به دلیل وابسته بودن قوه قضاییه به حاکمیت و مشکلات دیگه‌ای که می‌دونیم امکان ناپذیر بود رسیدگی به این پرونده. اما من فکر می‌کنم اگر ما ریشه شناسی بکنیم این قتل ها رو و این رو نه به عنوان یک موضوع منتزع از قتل ها و جنایات گسترده‌ای که در 30 سال گذشته اتفاق افتاده ببینیم، من فکر می‌کنم یک سیاست کلان و یک طرح‌های بزرگ حذف دگراندیشان در 30 سال گذشته وجود داشته که ما اخیراً هم شاهد شکل بسیار فاجعه باری ازش بودیم که خوشبختانه به دلیل حضور مدیا خبررسانی درباره این جنایات به شکل گسترده اتفاق افتاد که خب در دهه 60 متاسفانه اتفاق نیفتاده. و من فکر می‌کنم باید این پیگیری با هماهنگی بیشتر خانواده‌ها و حقوقدان‌ها و وکلای بین‌المللی و فعالین حقوق بشر صورت بگیره، کما اینکه این اتفاق می‌افته. باید لیست‌هایی تهیه بشه با خصوص از کسانی که در این مقطع در یکی دو سال گذشته این جنایت ها رو مرتکب شدند. ما شاهد این بودیم که بعد از اومدن آقای احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری تمام باند جنایتکاری که این قتل های سیاسی رو طراحی کرده بود پست های مهم دولتی رو گرفتن. آقای دوری نجف آبادی که در زمان آقای خاتمی زیر فشار در واقع دولت اون زمان مجبور شد استعفا بده، کما اینکه خب اسمش رو از پرونده برداشتن و نامی ازش نبردن، اما در دوران آقای احمدی نژاد شد دادستان کل کشور، یا امروز دادستان کل کشور آقای اژه‌ای هستن که دیگه از این روشن‌تر که در مجلس شورای اسلامی گاز گرفتن آقای سرخیزاده. مثلا آقای مختاری، شما و خانواده دیگر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای اینها بعد از اینکه این پروسه دادگاه حالا طی شد و یک دو نفر محکوم به اعدام شدن، شما از قصاص صرف نظر کردید. البته خب بنا به پایه‌های عقیدتی شما و اینکه مخالف اعدام بودید به طور کلی این کار رو کردید، ولی در این حال هم این سبب شد که دی که قتل کرده بودن به هر حال آزاد بشن. شما پشیمون هستید از این بابت یا اینکه فکر می‌کنین کار درستی کردی؟ چنین نیست. ببینید اصلا پرونده‌ای که به جریان افتاده بود خانواده‌ها طی اعلامیه‌ای وکلای خودشون رو اصل کردن و گفتن اصلا ما دیگه از این به بعد این پرونده رو به رسمیت نمی‌شناسیم و این دادگاه رو به رسمیت نمی‌شناسیم. یعنی این نبوده که این اگر قاتل ها آزاد شدن به خاطر این بوده باشه که خانواده ها خواستن، اون چیزی بود که اعلام شد اون شکل. بله. اما خب جمهوری اسلامی سعی میکرد از آغاز که از خانواده ها بل اجبار رضایت بگیره. به خانواده ما فشار بسیار زیادی آوردن برای اینکه از اونها رضایت بگیرن و خب از این رضایت نامه میخواستن استفاده سیاسی بکنن، اما خب این اتفاق نیفتاده درباره خانواده ما قطعا میتونم بگم و همینطور درباره دیگر خانواده ها. اما مسئله ای که خانواده ترک کردن این بود که ما اگر میخواییم حقایق این قتل ها روشن بشه، ما اگر میخواییم که عاملین و عاملین این جنایات هویتشون برای همگان افشا بشه، دلیلش این نیست که میخواییم انتقام بگیریم، دلیلش این نیست که ما حس کینه ورز و انتقام جوی داریم، نه،
ما می‌خوایم از طرفی حقایق روشن بشه، ولی به دلیل اینکه ما در کل تاریخمون اگه نگاه بکنیم روشنفکران دگراندیشان از منصور حلاج بگیرید تا پدر من و تا قربانیان امروز، در کل تاریخ ما یک سیکل معیوبیه، یک چرخه است از جنایت که مدام تکرار شده و یک روزی باید تموم بشه و یکی از مهمترین اهدافی که میتونه به جنایت دولتی پایان بده لغو حکم اعدامه. و اگر ما خواهان قصاص کسی نیستیم و خواهان انتقام جویی نیستیم، قطعا مخالف حکم اعدامیم و حاضر نیستیم هیچ کسی حتی کسانی که پدر من رو و هر کس دیگه رو به قتل رسوندن اعدام بشه. بسیار خوب آقای مختاری، وقتمون خیلی کمه. شما در این حال که فعال در جنبش مدنی ایران هستید، کار فرهنگی و ادبی هم میکنید، در ایران چیکار میکنید؟ من خب جای پای پدر گذاشتین در این زمینه. من که خیلی در واقع کوچکتر از اونم، اما خب از بعد از این اتفاق من سعی کردم گفتگویی که با پدرم داشتم و این متاسفانه در 12-13 سالگی قطع شد به خاطر این فاجعه رو، در ادبیات ادامه بدم، هم با خوندن کارهاش، هم سعی بکنم به نوعی با کار خلاق و کار تحقیقی کار اون رو ادامه بدم. و خب اتفاقا اخیراً هم با یک شاعر آلمانی، پل سلان، که پدرم اولین کسی بود که کارهای او رو ترجمه کرد و دربارش مطالبی نوشت در ایران، روی شعر اون کار میکنم و یک کتابی هم دربارش نوشتم که امیدوارم اخیراً چاپ بشه. خیلی متشکرم سهراب مختاری، شرکتتون در برنامه به عبارت دیگه. ممنون از شما.